شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیان گرامی، برنامه های سیاوش ارسطا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv عشق من، ایران من، ما باز طغیان میکنی، ریشه بیگانگان را در تو ویران میکنی. لب فرو گربستی و برگون اشک آویختی، باز لبهای تو را تا گونه خندان میکنی. هم مخور گر چند برگ از دامنت برباد رفت، ما دوباره کوه و دشتت را گلستان میکنیم، زخمهایت را به آب دیده میشوریم عزیز، دردهایت را به روی چشم درمان میکنیم. دست ناپاکان ز جانت دور باد ای جاودان، ما تنت را پاک از میهن ستیزان میکنی. لاله میروید ز خون داغ فرزندان تو، پیکرت را تا قیامت لاله باران میکنی، پیکرت را تا قیامت لاله باران میکنی. دشمنانت را به آتش میکشانی عاقبت، چهره ماه تو زین آتش چراغان میکنی. سر فدا سازی یک یک در ره آزادیت، در ره آزادیت. مرز تو آزاد، از مردم فریبان میکنیم. عشق من، ایران من، ای مام جاویدان من، ما تو را روزی سرای شاه شاهان میکنیم. دلم
مرغ پرسوخته در پنجه بام هنوز جان بلام گرچه بیگانه ز خود گشتم گرچه بیگانه ز خود گشتم بیگانه نبازم تنها. درود بر مهربان یاران گرامی. میهن همیشه گفتن، میهن مام، مام وطن میگوییم، به مادر میماند میهن. میهن مادر است، مهربان داغ دیده، همیشه در اندیشه فرزند، پدر است، کوه استوار پایداری است. میهن عزیز عزیزان من، میهن رو رها نبایستی کرد، میهن رو نبایستی رها کرد. من باز دوباره میخوام امروز به شما نکته هایی رو بگم که خیلی آسونه ولی درکش نکردیم. قرنها میاد و میره، حالیمون نیست، تلنگر میزنیم. وقتی تلنگر میزنی اونجاست که مولوی که در 40 سالگی است و قاضی القضات شهر قونیه است، حکم صادر میکنه هر روز، حکم اعدام، حکم سنگسار، حکم چه به ناگاه با تلنگر شمس هست که زمانش عوض میشه. حافظ رند شیرازه، حافظ رند شیرازه. وقتی که عاشق وقتی که عاشق شاخ نبات میشه، زندگیش عوض میشه. عشق آمد و دنیا به هم ریخت. حافظ وقتی عاشق میشه شاخ نبات و بابای شیخ آخوند شاخ نبات به حافظ نمیده دخترو، اونجاست که میره تو فکر میبینه همه اینا افسانه بود، حافظ قرآن شده، قرآن عمر میذاره کنار، یه چیزی دیگه میشه. اینا نکاتی که شما خیلی نفهمیدید، تاریخ نفهمیده. انسان مرحله داره زندگیش، تلنگر میاد، زمین و زمانش به هم ریخته میشه، زیر و رو میشه. چنگیز حمله میکنه، اول کارشه، حمله کرده، اومده یک حکومت‌های روحانی و فلان اینا حاکم بوده بر ایران، اینا در منطقه، در شهر، در ده، روستا، آدم‌ها ناراضی بودن. یکی میاد فکر کنه ناجیه، مثل همیشه اونی که از خارج میاد فکر کنه ناجی اومده. حتی مولوی برای چنگیز دست میزنه، بعدنه که میفهمه اشتباه کرده. زندگی یک کسی همه زندگیش قابل تایید نیست. تلنگر اگه خورده، خیلی تلنگر خوردن، خیلی نخوردن، برای همین تلنگر میخواییم بزنیم امروز. رضا شاه چقدر دوستش داریم ما، چقدر
امروز همه آرزوی رضا شاه میکنن. وقتی میخواد قدرت رو به دست بگیره باید با همه بسازه، با اون مذاکره کنه، صحبت کنه. علکی که قدرت نمیدن که، یه دکور بقالی رو علکی به کسی نمیسپارن. بعد تو رهبر قزاق هستی، انگلیس توی مسیر زمینته، روسیه از او بره، اون از او بره، بایستی اول یک دیپلماسی داشته باشی. بعد مردم تودای عوام خر سینه میزنن، زنجیر میزنن، کاه رو سرشون میزنن. تو باید رأی اینا رو داشته باشی. میره سینه زنی، زنجیر زنی، کاه رو سرش میریزه. بعدن یا آگاه میشه، تلنگر بهش زده میشه، و یا اینکه اون کارو باید دیپلماسی میکنه. دیپلماسی تو وارد سیاست نمیتونی بشه، رو راست بشی، تمام نقشه های خودت بگی، دشمن حمله کنه، همه اون زیر ساخت های تو و کار مخفی تو رو چیزایی که زیر زمین داره بفهم دابوت کنه که دیپلماسی و حالا تلنگر میخوایم بزنیم امروز. تلنگر، یک تلنگر مهمه. ببینید الله اکبر، لا اله الا الله ما بارها تشریح کردیم. تا قبل از اینکه سیاوش اوستا این تلنگر رو به الله اکبر بزنه، به الله بزنه، همه اهمی الانم که من میخوام بگم برای خیلی کیره نشنیدی تاسن تازگی داره. حالا تو کی هستی؟ امکان داره آیت الله العظما باشی با این قدرش، امکان داره استاد دانشگاه باشی، امکان داره مدیر مدرسه باشی، معلم باشی، ولی نمیدونی چون عربی بلد نیستی. تازه عربی هم اگه بلد بودی فصیح و اینا بلد نیستی. ولی این تلنگری که ما زدیم سالا، همین تلنگر ببین چه تاثیر میذاره. ولی میبینی نگاه، الله خدا نیست در زبان عرب. خدا میشه رب. الله چیه؟ نگاه، الله ال به اضافه الهه، ال به اضافه اله شده الله. نمیدونستی اله یعنی چی؟ یعنی بت، یعنی بت. بعد تازه ببین پیامبر اسلام وقتی میاد چی میگه؟ میگه الله اکبر، میگه الله اکبر. یعنی میگه این اله من، میگه این بت من، الله یعنی این بت، چون الف و لام حرف تعریفه. میگه این بت بزرگتر از بتای دیگه، اکبره. هر اکبری یک اصغری داره. وقتی میگه الله اکبره یعنی اون بتای دیگه، اللات و عزا و منات و اینا، اونا هم اصغرن. برای همینه که وقتی میگه اکبر یعنی اصغره هم قبول داری، ولی بزرگتر از اینه چون بت قریشه. اشتباه محمده، وگرنه باید چی میگفت؟ مثل که شما به رضا شاه میگید، مثل که شما به کوروش کبیر میگید، باید میگفت الله کبیرون، کوروش کبیر، رضا شاه کبیر، الله کبیر. باید میگفت کبیره، یعنی بالاتر از این نیست. ولی وقتی میگه اکبر یعنی اصغر داره، مثل که علی اکبر داره، علی اصغر. این 40 ساله من گفتم، هرگاه که میگم سیل انسان هاست که نشنیدن، نمیدونن، از استاد دانشگاه گرفته تا آخوند آیت الله گرفته تا مهندس و نمیدونم که و که، تازه دوزارش اونجا میفته که آقا از ریشه اشتباه بوده. خب تلنگره. حالا بعدم محمد وقتی بیاد میگه لا اله الا الله، لا اله، میگه هیچ بتی نیست الا الله. الله همون اله، الف و لام میگیره میشه الله، یعنی هیچ بتی نیست الا بت قبیله من. لا اله الا الله الا بود. خب اینا چه تلنگراست؟ این تلنگرا در تاریخ وقتی ایدئولوژی تو رو عوض میکنه، فکر تو رو عوض میکنه. الان من میخوام اینجا دو تا تلنگر بزنم به شما، چون ما خیلی چه میشیم یادمون میره. یکی از تلنگرا اینه، ببینیم روزای نخست که قتل عام بود، قتل عام 67 و اینا نبود که میگن رئیسی بود، رئیسی چند هزار نفر رو کشت. قبل از رئیسی خمینی 120 هزار نفر رو اعدام کرد. توی 120 هزار نفر هزاران افسر ارتش، سرباز و عمرای ارتش شاه بودن، هر کدومشون خلبان و فرمانده و تیمسار و رحیمی و خسرو، هر کدوم اینا میلیون ها دلار برای ما ارزش داشتن. اینا رو خمینی اعدام کرد، 120 هزار نفر و نسل جوان پرشور انقلابی که اومده بود تو میدون. حالا چون اول انقلاب بود، اولا خوب گوش کنید، خیلی از اینا که بعدا اپوزیسیون شدن تو اون اعدامات دست داشتن، خیلی از این نیروهای چپ
تو 120 هزار تا کشته ببیشه عمرای ارتش شاه دست داشتن، چون اینا نمیخوان خاطرات براشون زنده بشه که بگیم آقا تو خودم جنایتکار بودی اون موقع. این الان 67 مطرح میکنن رئیسی. یادتون نره کل رژیم از جمهوری اسلامی که تشکیل شد با خمینی تا امروز زیر علامت سواله. شما رو وارد بازیای خودشون نکنن، چون این گروه های سیاسی هم همشون مسلمون و چپ و مارکسیست و فلان اینا سر شروع کردن. قتل عام هم از سال 60 شروع نشد، از سال 57 شروع شد. اون بهمنی که اینا اومدن 120 هزار نفر عمرای ارتش به نسل هم کشتن. خب این تلنگر الان من به شما میگم، یعنی گول نخورید بازی جنایی، چون الان همه رو جمهوری اسلامی توشون نفوذ کرده، همه اپوزیسیون های بالا بالا که اصلا فکرش نمیکنی تا پای پایین توش نفوذ کرده. با چی؟ با پول، با قدرت، با خر کردن. در همینه که هیچ اپوزیسیون نمیتونه بره قدرت بگیره. آقا تو که اینقدر قدرت داری خب برو قدرت بگیر دیگه، نمیتونه بره بگیره. چرا؟ چون نفوذ کرده. شما برید جریان سعید امامی رو مطالعه کنید، سعید امامی، سعید اسلامی که خاتمی اومد گفت که وزارت اطلاعات من آدم میکشه. بعد یه سعید امامی گفت این سرش کردن. حالا همینجاست که تلنگر اینه. سعید امامی یکی از پروژاش این بود، داشت عملیات میکرد تو دولت رفسنجانی شروع شده بود که آقا مغزها رو ما از خارج کشور بیاریم تو داخل کشور. مغز شاعر، نویسنده، فضانورد، فضایی، هواپیما، هواپیمایی، اتمی، مدومی، سخنور، هرچی مغز تو خارج داریم ایرانی رو بیاریم که مملکت حقوق هم بهشون بیشتر بدیم، مثل اونجا بدیم مملکت یکم ببریم بالا. یه فکر بود. یه فکر دیگه بود فکر اصولگرای ارتجایی آیت اللهایی که 100% انگلیسی و نوکر عربستان و اصلا ریشه میخوان ایران نابود بشه، اینا گفتن نه 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 نباید بیاد. هر کی میرفت تو ایران میکشتنش، هر کی میرفت میکشتنش، هر کی میومد از ایران خارج یک گشت میزد یک بر میگشت اگه یک کلمه دیگه میگفت که بالا چش رژیم رو میکشتنش، مثل سعید سیرجانی عزیزم. افرادی که سالها پناهنده بودن تا برگشتن اونجا، چون جناح دیگه ای که 100% انگلیسی عربی هست و 100% نابودی ایران رو میخواد، 100% میخواد هرچی خر از تو مملکت باشه حاکم بشه، مدیر بشه، مدیر کل استاندار بشه، اونا هم اینا میکشتن. مثل کی؟ مثل مجید شریف رفیق عزیز بود، مثل مهندس قفار حسینی، اینا همه تو خارج پناهنده سالا بودن برگشتن. حالا امروز یه راز مهمی رو میخوام بهتون بگم، برای اینکه میخوام نتیجه گیری بکنم امروز. اون مثلا حتی این واقعیت این دیگه میخوام امروز بهتون بگم، هنرمند برجسته و بزرگ و نازنین فریدون فرخزاد از لس آنجلس فرار کرد اومد اروپا، اذیتش میکردن، اومد پیش من حتی گریه کرد. آقای گنجی یادشه، اینا رو میتونی بیاد بگی. اومد اینجا، بعد از اینجا گفت من برم یه کمی به اسرای ایرانی در عراق برسم. رفت اونجا به اسرای ایرانی در عراق، رفت عراق، باز از اونجا هم برگشت ناامید، خیلی ناامید شد و ناراحت شد و مادرش مریض در ایران. این یهو گفت آقا دنیا هر چی هست فدای سر مادرم، میخوام برم مادرم ببینم، همونجا هم بمیرم منو بکشن. اومد پیش من چند بار اومد شانزیزی پیش من نبودم اونا آخر تا یه روز به صورتی به من اینو گفت، به من گفت که آقا من میخوام برم برای مادرم ببینم، تو نظر چیه؟ گفتم بابا اینا میکشن تو رو، تو حرفا زدی علی. گفت میخوام برم بمیرم اصلا، گفت خانم کشته بشم، مادرم رو ببینم، با مادرم بمیرم. حالا این میشد نمیشد، همین که مطرح کرد از جمهوری اسلامی آدم اومد اینجا، این بزرگمرد تاریخ هنری ایران تکه تکه کردن ارمزادا. از اینا شما زیاد داشتین، افرادی بودن که تو خارج درس بودن، تحصیل کردن، مطالعه کردن، یهو خواسته بره ایران کشتنش. یک فردی هست سال 1368 با دوستش مسعود مستر شدی مشهدی، این تحصیل کرده در آمریکا، در فضا تخصص داره، فیزیک، زنگ میزنه به خواهر مادرش ایران، آقا ما میخوام بیایم ایران، ساکت، نه شما نیان دیدن من میخوام بیام. نه اونا میگه وای داره میاد، اون نامزدش هم که اینجاست، عروسش بکنیم، دامادش بکنیم، بغال پلو درست کنیم، داره میاد. یوهو اینا خودشون آماده کردن که مسعود بیاد،
یو زنگ زن آقای مرد. چی مرد؟ سه تا گلوله خورد تو آمریکا کشته شد، برنگرده ایران. برای این برنگشتن به ایران خود اون جناح جانی جمهوری اسلامی که نمایندگان استعمار هستن با بخش از اپوزیسیون هم کار کرده میکنه. سعید امامی رو برید بخونید ببینید که چگونه اینها نفوذ کرده بودن. حالا یعنی چی؟ یعنی اون مملکت تهی بشه از اندیشمندان و روشن فکران و بزرگ مردانی که داره. اونایی که هستن فرار کنن، اونایی که خارج میخوان برن تو طرفتن تو بکشنشون، که مملکت بیفته دست یک مش ملای شپشوی بشور. حالا او اوایل سال 50-59 که اینا روزی 1000 تا روزی 2000 تا روزی 500 تا میکشتن، خب یه دفعه فرار کردیم، من خودم فرار کردم. یه مدتی انتظار رفتیم دانشگاه لبنان و سوریه و برموندیم که آزاد بشه ایران بریم، بعد دیدیم بابا معادلات جانی چیز دیگه است. خب اومدیم اینجا. ولی بعد از اون دیگه الان هر کی از ایران توی سالا فرار کرده فکر کرده چی کار خوبی کرده، چونشو برداشته اومده الان اینجا دکتر شده، مهندس شده، استاد دانشگاه شده آمریکا. آقا مملکت دادیم دست دشمن، مادرمون رو دادیم دست دشمن، مام وطنه. مثل این میمونی که ببینید، خوب گوش کنید امروز بین مسئله، مثل این میمونی که من این مادری دارم پیر و فرتوت دیگه باید بهش برسیم. الان مثل خیلی شما که توی ایران هستین، تو خارج از کشور هستین، به پدر مادرتون که پیر شدن فلج شده نصف تنش فلان داری میرسی، هی بالا سرشی ترش میکنی، خشکش میکنی، از خانمت میخوای، از شوهرت میخوای که بهش برسه، داری از مام نازنینت مادرت که یک عمر رو برای تو زحمت کشیده حال تو زحمت میشه. خب یه دی هستن این کاری میکنن، یه دی منم میندازنش تو اداره بازنشستگان، خونه بازنشستگان. من تو یک دی دیگه که اصلا اینجا من پخش کردم حرف سناتور آمریکایی رو، میگه آقا بابام خودش گفت ما رو بکش، اوتانازی میکشم میره. ولی یک کسی هستن تا آخرین لحظه از بیمار خودشون محافظت میکنن. ما به جایی که از ایرانمون که بیمار شده اسیر دست دشمن محافظت کنیم، فرار میکنیم. برای این من الان دارم میگم، تاکید میکنم باید تو ایران بمونید، نفوذ کنید، نفوذ بکنید، برید در ارگانهای بزرگ حکومتی و کوچیک حکومتی نفوذ کنید، استخدام بشید، برید کار کنید. بعد دراز مدت، کوتاه مدت نبرد که امروز فردا نیست، نبرد تاریخیه. شما رو نفوذ کنید در هر جا که میتونید، بعد به ملت خدمت کنید. الان مگه خدمت نیست؟ الان خدمت هست. مام وطن رو مثل مام خود من میبونه. خود من خلاف کردم در رابطه با مادرم. من وطن رو که رها کردم نمیتونستم، اگه بودم کشته شده بودم. بعدا مادرم، من نمیدونستم که مادرم مریضه، دیابت داره، چش شاپوره داره، ناراحتی قلبی داره، در یای بیماری ها رو مادر من داشت و این خواهر و برادر من بهش میرسیدم. حالا میرفتن زندان میومدن بیرون، اینا میرسیدم بهش، هر روز باید انسولینش بهش میزدن، خودش بلد نبود انسولین بزنه، اینا نمیدونستم. خواهر برادرم و تا از زندان اومدن بیرون و یکیشون میرفت یکی میومد، نه من اینا رو ستایشون از کشور خارج کردم. با چه مشقتی از کشور خارج کردیم، آوردیم پاریس. ولی من چون نمیدونستم مادرم 7-8 تا مریضی داره، مادرم بنده خدا افتاد مرد. چون برادرمون اونجا مونده بود، ولی اونم زن و خودش بچه و راه دور و باید هر روز صبح یک مسافتی میرفت که مثلا انسولین مادرم رو بزنه، یا مثلا باید میرفت که دواهاش چه بکنی. مادر ما هم تک و تنها، هم که میترسیدم به مادر ما نزدیک میشن اونجا، حتی فامیلا میترسیدم، سالا 30 سال پیش نزدیک میشن، مادر ما مرد. اشتباه یعنی حالا در رابطه با ایران چنین اشتباهی نباید کرد، نباید هم فرت الان از ایرانی بپرسی همشون میخوان از مملکت خارج بشن، هم بابا اینا هم اینجا از شما حمالی میکشن. طرف اگه استاد دانشگاه است، طرف اگه نمیدونم رئیس فلان، صبح ساعت 6 باید بیدار شه، تا 8-9 شب میرسه خونش، 2-3 ساعت تو راه، بدبختی، بیچارگی، بردگی هر جا هست. تو آمریکا اکثر بچه‌ای که هستن اینا 7-8 تا قسط و قرض و ماشین و قسط ماشین و قسط خونه و بیمه و فلان باید مثل خر کار کنن. فکر نکنید باقی حتی اونایی که وضعشو خوبه، تا کار نکنی که وضعت خوب نمونه.
بمونین تو مملکت، نفوذ کنید، برید بالا، میتونید اون مملکت آزاد کنید. شما میتونید. بعد تأثیر دارید شما. تأثیر. شما سینما ایران رو ببینید. تا حالا من چند بار روی سینما ایران با شما صحبت کردم. سینما ایران تأثیر داره. ولی اونجا باید بفهمی، باید بگیری، باید اونا تبلیغ کنی. من چندین بار روی مسئله این که بچه های کوچک اومدن تا این 40 سال پیش من از ایران 6-7-8 سال مادر پدر گفتن اوستا نگاه کنین چی میگه، گفتم بگو بابا چی میگی، گفت خانم معلم ما میگفت که روز قیامت حضرت محمد میاد در بهشت و جهنم وای میسته، هر کی که در میره جهنم که مسلمون میده میگه نه تو برو بهشت، نه تو برو بهشت. بعد میگن آقا چرا نمیفرستی بهشت؟ میگه اینا چون مسلمان من بودن، اینا مسلمان بودن. حالا هر خلی هم که اینا رو میشته میگه آخه بس ما بریم مسلمان میشه بریم بهش، ولی هیچ خلی این تلنگر آواز داره، تلنگر میذارم بعد الله اکبر یک تلنگر دیگه، هیچ خلی فکر نمی کنه که مرد حسابی محمد کیه که از خدا مهربون تر باشه. خدا یارو داره رفته تو جهنم، حالا هر چی راست دروغ اینا رو کار نداریم، میخوام به ذهنیت تو بگم استاد دانشگاه، به ذهنیت تو بگم معلم که تو همیر درس میدی به بچه، خدا یعنی جنایتکار ظالم محمد از اون مهربون تر میگه آقا نه این نهار جهنمی مسلمان من بوده بره. بچه 8 ساله پا میشه میگه خانم معلم، میگه بله، میگه حضرت محمد وای میسته تو در جهنم آدم هم میفرسه بهش، میگه آره، میگه بس حضرت محمد خیلی مهربون تر از خداست. این خانم معلم من خودم باهاش تماس داشتم بعد 30 سال پیش، بارها میره تو تلویزیون گفتم، تو برنامه هم گفتم تلنگر درس. خانم معلم میره فردا تو دفتر میگه من دیگه درس تعلیمات دینی نمیدم. میگه چرا؟ مدیر میگه، میگه این حرف یه بچه زد، من دیدم چه اون 50 سال خر بودم من، راست میگه آقای چی ما به بچه درس میدم. یعنی اون تلنگر به خانم معلم یه بچه 8 سالی میزنه، بچه 8 سالی پیش من میشستم. اینا که وقتی من گفتم بعد بچه ها اومدن تو ایران فیلم ساختن، فیلم ساختن. حالا از قول خودش که نمیتونست بگه، مثل شهرام نظیری وقتی گرفتن گفتن اندک اندک جمع مستان میرسن، مستان نیستان رفتن، نیستان هستن میرسن. تو برای مجاهدین خلق خوندی؟ شهرام میگه بابا تو چقدر خولی، قاضی خولی. میگه چطور؟ میگه اینه که مال مولوی، مال منش که وقتی مولوی سروده که مجاهدین نه اینا نبودن که بخوام بیان اینجور جواب دادن. اینا دیپلماسی بهتون یاد دادم، تلنگره. حالا همین حرف من و همین اتفاقاتی که تو ایران افتاده، از اینا من نمونه زیاد داشتم. مردم اومدن پیش من تلفن کردن اینا که آقا بچه ما از ما بهتر میفهمه. چرا؟ چون بچه ما هم داره درسش میخونه، مشقش مینویسه، مثل ما نشسته تلویزیون تماشا میکنه. ولی از حرفای تو سیاوش هست، تو بچه برداشتی که میکنه من یه جور دیگه میکنم، یه جور دیگه. بارها گفتیم، عین‌القصاد گفته، میگه سخن و میگه شعر، حالا من میگم سخن، تابلو، هر چیزی، هر هنری به آینه ایماند، هر کس خیشتن در آینه بیند. من حرف میزنم، هر کسی نسبت به ذهنش میفهمه. او بچه کوچولوه بهتر میفهمه، میره به خانم معلم میگه خانم معلم خدا باز ظالمتر از محمد، محمد از اون مهربونتر، محمد که بنده خداست. بعد زندگی مدیر مدرسه، زندگی همه رو به هم میریزه. این قضیه بچه بود در اصفهان اتفاق افتاد، اما 30 سال پیش، 20 خورده سال پیش. هم مدیر مدرسه، هم معلم تعلیمات دینی، اینا با من تماس گرفتن و وقتی که دیدم صداقت هر دوتاشون، همشون گفتن آقا اصلا تو مدرسه ای ما انقلاب به وجود اومد، ما تازه فهمیدیم که چقدر خر بودیم ما. مدیر مدرسه، معلم تعلیمات دینی، معلم فیزیک، ریاضی، آقای بچی حرفی که زد از تو یاد گرفته بود. اونجا در اصفهان الان هستی، همه هم میدونن. من یک کتابخانه هدیه کردم به اون مدرسه به پاس احترام به این بچه و معلمین صادقی که بعد 20-30 سال کار و اینا اومدن. حالا یارو فیلم میسازه، بهتون بارها گفتم که میرباقری چجور کلکایی زده به آخونده، اومده بابک خرمدین رو، نبردهای ضد تازیان رو، فلان فلان، به هزار یک چیز گذاشته، مثلا 60 ساعت سریال ساخته ولی 6 دقیقه توش به تو داده پیام بد بگیری. حالا اینم ابو از قول ابو علی سینا یه حرف میزنه، خیلی مهمه. خب شما بگیرید اینا رو پخش کنید،
اینا رو روشنگری کنید و از قول ابو علی سینا ببینید این بچه ابو علی سیناست، فیلم هم تو ایران ساختن. نمیتونی بگید که سیاوش اوستا که بچه سیاوش اوستا یه بچه گوش کرده از سیاوش اوستا میگن آقا پور سینا این گفته، پور سینا و به خودم نیست که این ارگزات 18 سالگی اعدام میکنم. ولی یا شیخ سوالی دارم. کودک در مجلس دست ندیده بودی؟ نقلی نیست، سوال را باید جواب داد. خدا میتواند هر کاری که میخواهد بکند، هر چه خواهد، حتی برخلاف اون چه هست روز و شب کنه. قطعا. این چیز که میپرسی حرف کودکانه. حضرت شیخ دو علاوه بر دو چند میشه؟ این را همه میدانن. خب من طفلی بیش نیستم. میشود چهار. اگه خدا بخواد میتونه پنج بشه؟ آری. پس میتونه مسلمون رو گرب کنه و کافر و مسلم؟ بیشک بچه. پس اگه همش به دست اوست و ما بی اختیاریم عابد و فاسق به رأی اوست، پس شما چرا انجام شدید؟ همه اینها که از جهد و عبادت میگید یک سر بیهوده میشه. پس بهتر نیست این جماعت به خونه هاشون برن و کار به خود خدا بسپرن؟ اینها را کدوم آدم نابخرد فاسد اخلاقی به تو یاد داده؟ ها؟ ما که زی اختیار نیستیم. این یکی دیگر تلنگره یه که بچه همه تونو، وقتی میگم بچه اینه همه ملت ایران، از او پایین بگیر بیا بالا. بابا چاکرتونم اونایی که قدرت دارید، اونایی که ثروت دارید، برای راهای ایران این را خرج کنید. با این کرونا میمیرید، میکشن همتونو. اگرم نمیرید اعدام، تو تصادف، تو فلان. ببینین یارو وزیر سابق اومد ضد کرونا حرف زد، دادن کشتن، نشنیدین هفته پیش؟ همون میکشن، سرداراتون دارن میکشن، سردار اونقدر خدمت کرده میکشن، کرونا اومده همتون دار. آقا قبل از اینا پاشید یک کاری بکنید، دوچار توهمات نشید. ببینید به بهانه فحش دادن به اسرائیل 40 سال ما رو فقیر بدبخت بیچاره کردن. اسرائیلی که دنیا قبولش کرده، دنیا باش داره کار میکنه، این حرامزاده ها کارهایی که دیگران علیه ایران میکنن میزنن اول به حساب اسرائیل. دوما اسرائیل، آمریکا ازش میترسه، چین ازش میترسه، روسیه ازش میترسه، اروپا ازش میترسه. قدرت داره، قدرت افتخاره. وقتی آخونده رفته با روس و انگلیس ساخته، حالا که با چین هم گذاشته روش، اونا خودشون با این ساختن. این داره علکی پول و ثروت و اسلحه و مملکت و میهن و همه چیز ما رو به بعد میده، روس فوش خواهر میده به اونا. خب باشید این رو بیاین مطرح کنید، بگید اینا توشون یه دیم هستن که خودشون دلشون میخواد که شما بیاین بگین، ولی میبینن هیچ خری بلند نمیشه. به خدا میگن بابا خودشون خیلی از بس گفتن که دیگه حرومزاده دارن میمیرن. ای که میگن پیروز آیت الله صافی اومد گفت آقا با آمریکا رابطه برقرار، بعد رئیس میگه آقا خیلی ممنون، ما از فرمایشات شما استفاده میکنیم. یه دیم خواسته برن آیت الله صافی رو بزنن، اینا رفتن اونا رو بزنن. چه اقبالاتونه، کلک های خودشونه. این بخشی میخواد بره کار معامله رو برقرار کنه، بخش نمیخواد، میگن این بکنه، این داره میمیره صافی 100 سال بشه بزن این بگه. خب شما نسل نو، نسل جوان، نسل در کاد بلند شید، بگید ما با دنیا دوستیم، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. حتی با دشمنت هم بشین صحبت کن، الکی دنبال نخود سیا مردن میفتن، روز بیرزن بدبختر داغونتر میکنن. آقا محمد رضا شاه امروز من به شما بگم یکی از علل سقوطش این بود که دنیا رو داشت میبرد بالا با خودش، دنیا رو با خودش داشت میبرد بالا. قیمت نفت رو که برد بالا، این یکیش. بعد در منطقه اینقدر قدرت نظامیش بالا بود، پاکستان با هند درگیر شد، به پاکستان کمک کرد. تو جنگی که عبدالناصر داشت مصر داشت با اسرائیل، این به هر دوتا کمک کرد، به مصر هم کمک کرد، نفت بهش داد و فلان. ظفار مشکل پیش اومد، نیرو فرستاد. ترکیه
با یونان وارد جنگ شد رو مسئله اینا نمیدونستین، دارم بهتون میگم گوش کنید، فقط ظفر میدونستید. ترکیه با یونان وارد جنگ شد روی قضیه قبرس، فانتوماش فرستاد دفاع کرد از ترکیه. بعد اونجا پنتاگون اینا گفتن بابا یه حرف ما رو به تو دادیم برای خودت چلو مفرستیم اونجا فرا اینا، چون چند میلیارد معامله بود و پولایی بود که شاه به اینا داشت میداد و ما اسلحه میخرید و فرا اینا، سکوت کردن، دهنشا رو بستن. خب اینا همه کاره بود که وقتی شاه میکرد در منطقه اینا دوست داشتن. 3 میلیارد دلار قرارداد داشت امریکا با ایران رو مسئله نظامی، وقتی که خارج از کشور میرفت قدرت نمایی میکرد، از کشور همین چیزی مسلمانی حمایت میگرد، دفاع میگرد. خوب کاش آقا کیسینجر چطوری شد وزیر نیکسون؟ نیکسون رفیق شاه بود، ولی همون به ما حسیدشون میشد و میشه 7000 سال به ما حسیدشون میشه، به قدرت ما، به ثروت ما، به شوکت ما. یارو وزیر نیکسون، حالا نیکسون رفیق شاه، شاه رو آورده اصلا رئیس جمهور کرده، تا قیمت این نفت رفت بالا و فلانه، اومد گفت آقای شاه ایران هم خل دیوانه است اینا. فوری شاه اعتراض کرد، ایران اعتراض کرد، وزیر عذرخواهی کرد، باز ایران قبول نکرد. نیکسون وزیر برداشت، جای وزیرش وزیر دارایی بود، کیسینجر رو گذاشت. کیسینجر هم رفیق شاه بود با انصاری، اینا دوتا با هم تیم شدن. مسئله اسلحه به ایران هم فروشش بازتر شد، ایران تبدیل به قدرت در منطقه شد. بعد ایران پولهایی که وامهایی که میرم داد، چون براتون پخش کردم، ترامپ سالها پیش میگفت آقای عربستان سعودی باید 20% پولش بده به ما، ما داریم ازش دفاع میکنیم، اگر نه امنیت چه به هم میزنیم. اینا هست تو دنیا، تو دنیا باج بگیری هست، اگه اینا قدرت دارن بی بی سی میسازن فلان داغونت میکنن. برای همین بعض وقتا تو مجبوری حالا یکی همی بدی 20% مونه 80% به ملتت که بهتره، او بده که تو 90% بده به گدای دور دنیا مثل جمهوری اسلامی، 10% هم ندی به ملتت، بدی به نوکرای خودت، او بده. وگرنه شاه وقتی که میدونین شاه چندین میلیارد دلار، عزیزان من اینجا نوشتم براتون میگم، 14 میلیارد دلار تو آمریکا داشت که انقلاب رو که آفریدن، فکر کردن علیکی بود برای حقوق بشر کردم، خاک بر سر من اگه باورم بشه، 14 میلیارد ما رو بالا کشیدم. فقط مگه آمریکا بود از انقلاب سود برد؟ همه دنیا. تو هند چند میلیارد دلار داده بودیم، وام داده بودیم. و همین اروپا از کروپ، شرکت بنز و بی ام و و ولکس واگن و ولوو و اینا دست و هرشکست می شد. شاه کروپ رو خرید 20-25% شد، چند میلیارد به اینا پول داده بود، او پول رو بالا کشیدن. پان امریکن مال ایران بود، پان امریکن گفتن ورشکست شده، پولاش رو بالا کشیدن. توی همین فرانسه، اوریدوف فرانسه، اتم فرانسه، برای اتم میلیارد پول گذاشت. اینجا شهرک های تجارتی که شروع کردن بسازن پولش شاه داد. مثلا کرته، بارها گفتم کرته یه سانتر کمرسیال داره، مرکز خرید، اصلا اسمش قرار بود بزن فرع پهلوی، فرع دیبا، انقلاب شد بالا کشید با پول ایران بود. اسکاتلند، به اسکاتلند پول داده بود شاه. همه کشورهای دنیا به ایران بدهکار بودن. انقلاب که شد که تمام دنیا، فاضلاب لندن میخواستن بسازن، درست کنن، تمیز کنن، چند میلیارد دلار پول میخواست، نداشتن که، شاه بهشون وام داد. سرمایه گذاری هایی که شاه تو دنیا کرده بود، دنیا بدهکار بود به ما، با انقلاب اینا رو همه پولار بالا کشیدن. اینا تلنگا رو بهتون میزنن که یعنی خارجی به فکر تو نیست، اگه کار میکنه خله، اگه دانشجوی کنفدراسیون من فدراسیون رو میتظاهرات میکردن فلان میکردن علیه شاه، برای دموکراسی و آزادی نبود، برای بود که بانک راکفلر اگر میخواست دارایی شاه رو پس بده، سپرده های ایران رو میخواست پس بده که نداشت بده چون ورشکست شده بود، اصلا اسکاندال جهانی میشد. میان تقویت میکنن که شاه سرنگون بشه. بعد راکفلر
شهبانو وقتی میخوان اینا بکشن شاه رو، شهبانو با راکفلر تماس میگیره، راکفلر اونجاست که میاد شاه رو میگه بیارین اینجا مداوا کنید و بس، باز هم برای مداوا رفته، باز چه میکنن و با پول خود شاهی که راکفلر خدماتی به درخواست شهبانو انجام میده برای محمد رضا شاه، حتی سخنگویی که میذاره که میبینه نشه آقا پسر خوشتیپه در پاناما اینا با شاهه، یا ای کارمند راکفلر حقوق از راکفلر میگیره. خب راکفلر از جیبش که نمیداده که، پول خود شاه بوده، پول خود ایران بوده، دنیا به بهکار بود، به ایران الان هست. اینجا اوریدوف فرانسه، اتم فرانسه که ایران چه کرد، بعد انقلاب اینا گفتن آقا بیا بده، فرانسه نمیداد، بنده خدا زدن موسیو بس رئیس اوریدوف بود موقع، بعد شده بود رئیس رونو، ترورش کردن. خب عمو جو که از این بر اونا آوانتاج میگن، اینا هم از این بر با کار تروریستشون آوانتاج، عملیات تروریستی اینا انجام دادن که مثلا پولون بگن پولوی کار دیگه. اینا تلنگر، اینا به فکر شما نیستن، اونجاست مادرت احتیاج داره بهت، وطن فرار نباید بکنی. من همه شما میدونید تا این 40 سال بدون اینکه یک شکلات از کسی گرفته باشم به عزیزان بسیاری کمک کردم برای پناهندگیشون در سر تا سر دنیا، جونشون در خطر بود. ولی الان مدت هاست من به این نتیجه رسیدم باید تو مملکت بمونید، برای اون مملکت بمیرید، برای اون مملکت زندگی کنید، برای اون مملکت نفس بکشید، برای اون مملکت برید نفوذ کنید، این روحانیت پلید رو، این نوکران استعمار رو از اونجا بکشید. با این وقتی شما هر روز بذارید فرار کنید برید، دیگه رستمی نیست اونجا، کاوه آهنگر نیست، بابکی نیست، مملکت نباید بدید دست دشمن پالانشید بین بیرون، مملکت باید دست شما باشه، نویسنده، راننده، خواننده، هر چی باید اونجا بمونید. بعد دیپلماسی نبرد باید بلد باشید، دیپلماسی مبارزه باید بلد باشید، همچنان که اون حرومزاده ها کلک میزنن شما باید کلک میزنید که نکشنتون، آدم جونش که نباید یاد بندازی جلو فلان، که چطور اونا کلک زدن سوار ما شدن، چطور خمینی گفت مکر کردم من مکر رو. خب بچه ها شما باید یاد بگیرید، الان نیروهای بزرگ اپوزیسیون سال هاست نیروهاشون رو فرستادن تو ایران، تو ایران دارن کار میکنن، با رژیم هم کار میکنه، با اونم کار میکنه، میگن ما توبه کردیم، کار میکنن. مثل همین خارج، این خارج آقای اوستا چطور پناهندگی نمیدن؟ این یارو اومده رفته از اونجا پناهندگی گرفته، که چطور تو میگه پناهندگی نمیدن؟ آقای اوستا مرد حسابی، الان خیلی از پناهندگی که میدن تو قهر، الان که تو فرانسه اصلا پناهندگی دیگه وجود نداره، چون کارتش اصلا برداشته الان خودش نکته که خیلی مهمه باید بدونید، پناهندگی دو حالت داره، یکی که مثلا اینا در سال باید مثلا 100 هزار تا پناهنده بگیرن دنیا، یو آخر سال داره تموم میشه، میبینن این از 100 هزار تا 4-5 هزار تا مونده نگرفتن، 200-300 تا مونده نگرفتن، یو شانسی یک اسیر افرادی مثل که آمریکا قرعه کشی میکنه، شانسی که دیر میگیرن، این که تو شانس، این شانس، اونایی که تو شانسن، که تو شانس هم یه قوره به نامش میفته، اصلا هیچ کارم نکرده، میگه آقا عجیبه به ما پرنده که مرتد، ما هیچ کارم نکرده بود پرنده مون فرن، اون تو شانسه، میخواد آخر سال تعداد، چون اینا نظر سازمان ملل و کمیسیون اروپا و فلان و حقوق بشر و فلان اینا جانی خودشون بین خودشون حساب کتاب دارن، یک اندازه‌ای رو باید رعایت کنن، هر سال پرنده بگیرن، و اندازه آخر سال میخواد درست کن چند تا میگیره، این درس مهمه یاد بگیرید. یکی دیگه چیه؟ یکی دیگه یکی یارو میگه آقا یارو من میدونه مامور رژیم آمد، مامور رژیم رفته اینجا بهش پرندگی دادن تو آمریکا، سخن رانی هم داره میکنه، تریبون هم داره ماموره، خب اون میدونن که ماموره، چون ماموره بهش پرندگی میدن، چرا؟ تلنگر، تلنگر. چرا با علم بی که میدونن اینا مأمورن بهشون پناهندگی میدن؟ به چه دلیل؟ افلاطون ها به چه دلیل؟ برای که یارو رو مأمور دو جانبه کنن. یارو اگه مأمور چه پاسدار بوده، چه سردار بوده، چه تیر خلاصی میزده، چه حاکم شهر بوده، چه بنیانگذار وزارت اطلاعات بوده، هرچی بوده، منبع اطلاعات در رابطه با رژیم، منبع اطلاعات، خب اطلاعاتش تخلیه باید بکنن، یک تخلیه اطلاعاتی
اطلاعات چی میگیرن همه رو خیلی کمک میکنه به سرویس اطلاعاتی و کشور. دو، تحلیل اطلاعاتیش کردن، حالا ازش استفاده میکنن، میذارنم که یکم کار خودش هم بکنه، اومده که برای اونم کار کنه. خیلی اینا نمیان که فقط ببرن، نه، میان که برای اونم کار بکنه، برای اینام کار بکنه. مامور اطلاعات دو جانبه. شما مثلا ساده لوح همتون خودتون زدین به هپولی هپولی هالووار زندگی دارین میگذارین ابلهانه. فکر کردی که دنیا با اینا مخالفه؟ دنیا با اینا داره کار میکنه، دنیا با اینا داره کار میکنه، کار اطلاعاتی امنیتی، برای اطلاعاتی امنیتی. تو هر کی میخوای باش روزی که بخوام بزننت او حال کنه، یکی تو گوشت میان میزننت. تو هر کی میخوای باش، تو سناتورا و وزرای آمریکا زیر بلیط تن هواپیما میگیری هر جا میخوای میبریشون، وزیر خارجه برای امریکا انتخاب میکنی، سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت، رک میگم. ولی وقتی که میخوان تو بازی اطلاعات نشون بدن که چجور بازی میکنن، میان سرکار خانم مریم رجوی، زنده‌دار شما، مسعود داداش شما، با تفلی مسعود زنده‌دار شما رو میگیرن، دستفندن که بهش میزنن، سهل زندانیش هم میکنه خانم مریم رجوی رو با اون شوکت واسه بعد زندانیش میکنن. بعد دختر خانم جوان میره خود چه تفلی میسوزونه، بازم آزادش نمیکنن. من رفتم گفتم آقا چه اشتباه بزرگی دارین میکنین، جلوس از بالا امنیت بس نشسته دارین بچه‌ها. رفتم اونجا، یکیشون اومد من توهین بکنه، بعد برای گفتم ساکت بشید، گفتم پاشین برین اونجا جمع کنید آزاد میشه ایشون و حالا خودش قصه داره. بازی اطلاعاتی رو با هم کار میکنن. فکر کردم چه تفلی زم مکشونی سده گلوه در اختیارش محافظان بزنن بره عراق بزنم بره رقص ساده معامله میکنم. یه موقع معامله میکنم، آقا دوتا از ماموراتون ما گرفتیم، داعش گرفته بودین، ما گرفتیمشون، ماموری بلند پایه هم، خب دوتا رو بر میکنیم تا امینا رو کن، مثل حزب الله لبنان. حزب الله الان او دفعه نصر الله اومد 1100 تا ما زندانی خودمون آزاد کردیم. بله، اسرائیل 1100 تا 1200 زندانی فلسطینی و ای حزب اللهی و اینا همه رو آزاد کرد. در ازاش حسن نصرالله رفت یک سری آدمی مهم اسرائیلی که اسیر بودن، نه تو دست خودش، حتی تو دست ممکنه دشمنان خودش، ولی تو منطقه اینا میدونستن، آزاد کردن، به اینا تحویل دادن. بده بستونه تو دنیا، تو فکر نکن کسی به فکر تویه. اون مادر پیر من، اگر من و فرزندانش به فکرش نباشیم، کسی به فکرش نیست، میمیره. زهرا میرزایی مادر من مرد چون من نفهمیدم خونه رو خالی کردم. حالا تو داری خونه رو خالی میکنی هر روز ایران رو. ایران رو نباید خالی کنید، باید تو ایران بمونید. آزادی نزدیکه، اینها نمیمونن. چنان نماند، چنین نیز نخواهد ماند. شما ها نباید خونه رو خالی کنید. تمام تلاش اینه که کسی از خارج به داخل بر نگرده غیر خداشون. خداشون میرن توبه موبه میکنن، برمیگردن میرن اینا نفوذ کار میکنن، ولی خارج از کارج خودشون، کسی خارج بهش خواهد بخواد بخواد میزنن میکشنش، نمیذارن فلان. نه آقا، تو مملکت اولا بمونین، از خارج هم هر کی میتونه که جونش در خطر نباشه باید بره داخل، برید و بیاد. هم اینها تاثیر میذاره، ذهن ها رو باز میکنه، روشن میکنه، و اینها رو ما میتونیم، این پلیدها رو. الان شما ببینید چقدر مردم گستاخ و شجاع شده. من درود دارم به ملت سربلندم. مرگ بر اکثریت خاموش به گفته محمد رضا شاه، و درود به صلح شوران آریایی که هستند زن، مرد، جوان، میزنن تو گوش اینا، اجازه نمیدن این دختر مردم رو، مرد جوان مردم رو این حزب اللهی بگیره، اون بگیره امر به معروف کنه، اون نهی منکر کنه، میزنن تو گوشش. پدر سوخته، تو کی هستی تو امور داخلی من میاد مداخله میکنی که چطور تصادت کن، رو سریت تصادت کن، اون کاری بکن، تو مدت اون
نمیبینید این شجاعت‌های نسل نو و جوان ایران آریایی رو؟ اینها ایران را آزاد میکنن، این سلحشوران و بویژه دختران آریایی، زنان ایرانی. عزیزان من، حرفم زیاده همیشه، ولی با تایی میداریم دیگه، میایم و تموم میشه میریم. و شما جز به شادی و به سلحشوری نکوشید. آهورامزدا، خداوند دانا و توانا با ماست، باور داریم به خدا. گر که دینی را نداریم باوری، با خدا هستیم ما، هر جوری حساب داری. خدا سر جاش هست، خدای ایران من و تو رو یاری میکنه و ایران را آزاد میکنه. درود دارم به برادر مهربانم مهندس امیر شجره، محل جدید تلویزیون پارس رو در لس آنجلس. شاد باش میگم به برادر مهندس امیر شجره و با امید دیدار با بوسه عمر. خدا نگهدار. سرنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و کپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت منیز، آقای راجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و